فصل 5. تو همیشه در حال انتخاب هستی. تصور کن یک نفر اسلحه رو به سمت کلت نشونه بگیره و بهت بگه باید 42.195 کیلومتر در کمتر از 5 ساعت بدوی. در غیر این صورت خودت و کل خانوادت رو میکشه. خب این خیلی دیگه آنچنانیه. حالا تصور کن میری کفشای رانینگ میخری، ماها تمرین میکنی و اولین ماراتون زندگیت رو تمام میکنی، در حالی که اعضای فامیل و دوستای نزدیکت در خط پایان برات هورا میکشن. این میتونه یکی از افتخارآمیزترین لحظه‌های زندگیت باشه. مسافت همون 42.195 کیلومتر، دونده همونه و دردی که توی پاها در جریان همونه. ولی وقتی آزادانه انتخابش میکنی و خودتو براش آماده میکنی، به یک لحظه باشکوه و یک نقطه عطف مهم در زندگی تبدیل میشه. وقتی برخلاف میل و ارادت مجبورت کردن، یکی از ترسناکترین و دردناکترین تجربه های زندگیت میشه. اغلب اوقات تنها تفاوت میان مشکلی که ما رو دردمند میکنه و مشکلی که ما رو قدرتمند، این حسه که ما انتخابش کردیم و مسئولیتش بر عهده خودمونه. اگه در وضعیت کنونی احساس بدبختی میکنی، احتمالاً دلیلش اینه که حس میکنی بخشهایی از ماجرا از کنترلت خارجه و مشکلی داری که از حل کردنش عاجزی، مشکلی که یه جورایی بهت تحمیل شده و تو انتخابش نکردی. وقتی حس میکنیم که خودمون مشکلاتمون رو انتخاب میکنیم، احساس قدرت میکنیم. وقتی حس میکنیم که مشکلاتمون رو برخلاف اراده خودمون بهمون اجبار کردن، احساس قربانی بودن و بدبختی میکنیم. انتخاب. ویلیام جیمز مشکلاتی جدی داشت. مشکلاتی خیلی جدی. اگرچه از خانواده ثروتمند و شناخته شده بود، ولی از بعد به تولد مشکلات جسمانی زیادی داشت که دهنش رو سرویس کرده بود. چشماش داستانی داشتن و بچه که بود موقتا نابینا شد. یک نارسایی معده داشت و همش بالا می آورد و مجبورش کرده بودن رژیم خیلی عجیب و حساسی داشته باشه. شنواییش هم مشکل داشت. اسپاسم‌های بدی در کمر و پشتش داشت که نمی‌ذاشت خیلی وقتا درست و حسابی بشینه و وایسته. به خاطر این مشکلات جسمانی جیمز بیشتر وقتش رو توی خونه می‌گذرون. دوستای زیادی نداشت. دست و مشقش هم چنگی به دل نمی‌زد. عوضش روزهای زیادی رو به نقاشی کردن سپری کرد. این تنها کاری بود که بهش علاقه داشت و تنها کاری بود که به نظر خودش توش خوب بود. ولی متاسفانه به نظر هیچ کی جیمز این کار خوب نبود. وقتی به دوران بزرگسالی رسید، کسی کارهاشو نخرید و همینطور که سالها می‌گذشتند، پدرش که یک تاجر پولدار بود، شروع کرد به سرکوب زدن که تو تنبلی و بی استعدادی و فلانی و بیساری. حالا از اون طرف داداش کوچکترش هنری جیمز به یک رمان نویس مشهور در سطح جهانی تبدیل شد. خواهرش آلیس جیمز از همین راه نویسندگی زندگی خوب برای خودش دست و پا کرد. ویلیام گاو پیشونی سفید خانواده بود. از روی ناچاری پدرش یک حرکت زد که آینده این مرد جوان رو نجات بده. در نتیجه از ارتباطاتی که داشت استفاده کرد تا جیمز رو در دانشکده پزشکی هاروارد ثبت نام کنه. پدر بهش گفت که این آخرین فرصتیه که بهش میده، که اگه به این هم گند میزد دیگه هیچ شانس و امیدی براش متصور نیست. ولی جیمز هیچ وقت توی هاروارد احساس راحتی نکرد و اونجا رو خونه خودش ندونست. رشته پزشکی باهاش دور در نمی اومد. همه اون دوران حس یک آدم قلابی یا یک شیاد رو داشت. از همه اینها گذشته، اگه نمیتونست مشکلات خودش رو حل کنه،
پس چجوری میتونست امیدوار باشه که توان کمک به دیگران رو داشته باشه؟ یک روز بعد از اینکه از اردوی بازدید از یک مرکز بیماران روانی برگشت، توی دفتر خاطراتش نوشت که با بیماران حس همزادپنداری خیلی بیشتری داشت تا با دکترها. چند سال گذشت. جیم رو از دانشکده پزشکی بیرون کردن و این قضیه خیلی رفت رو مخ پدر. ولی جیمز به جای اینکه با خشم پدر دست و پنجه نرم کنه، تصمیم گرفت که دور بشه. در یک تور ماجراجویانه انسانشناسی به مقصد جنگل‌های آمازون ثبت نام کرد. داریم در مورد دهه 1860 حرف می‌زنیم که سفرهای بین قاره‌ای سخت و خطرناک بود. در هر صورت جیمز خودش رو به سلامت تا آمازون رسوند و ماجراجوی اصلی داشت شروع شد. در میان تعجب خودش و همگان، وضعیت جسمی آسیب پذیرش تمام راه پا به پاش اومدن. ولی وقتی که بالاخره به مقصد رسیدن، درست روز اول ماجراجوی آبله گرفت. ولی یک شب وقتی که داشت به سالهای چارلز پیرس فیلسوف رو میخوند، تصمیم گرفت آزمایش رو انجام بده. در خاطراتش نوشت که یک سال رو با این باور سپری میکنه که خودش 100% مسئول هر چیزیه که در زندگیش اتفاق میفته، صرف نظر از این که چی هست و چرا و چگونه. در این مدت از تمام توانش مایه میذاره که شرایطش رو تغییر بده بدون توجه به احتمال شکست خوردن. اگر در اون سال چیزی بهتر نشد، پس معلوم میشه که اون در مقابل شرایط اطرافش عاجزه و اون وقت است که خودکشی میکنه. لب مطلب، ویلیام جنس به پدر روانشناسی آمریکا تبدیل میشه. کاراش به چندین زبان دنیا ترجمه شده و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکر، فیلسوف و روانشناس‌های نسل خودش شناخته میشه. به سمت استادی دانشگاه هاروارد در اومد و در بسیاری از محافل آمریکا و اروپا برای سخنرانی دعوت شد، ازدواج کرد و صاحب 5 فرزند شد که یکیشون هنری به یک بیوگرافی نویس مشهور و برنده جایزه پولیتز تبدیل شد. جیمز بعدها از این آزمایش به تولدی دوباره یاد کرد و هر چیزی که بعدها در زندگی به دست آورد و مدیون این قضیه میدونست. یک قضیه ساده است که اگر بفهمیمش، ریشه همه تغییرات به سمت بهبود و رشد شخصیه. این قضیه که ما شخصا مسئول هر چیزی هستیم که در زندگی برامون اتفاق میفته، صرف نظر از این که توی چه شرایطی هستیم. ما همیشه روی چیزهایی که برامون اتفاق میفتن کنترل نداریم، ولی همیشه روی اینکه چجوری چیزهایی رو که برامون اتفاق میفتن رو تعبیر کنیم و چجوری بهشون پاسخ بدیم کنترل داریم. چه آگاهانه به این قضیه واقف باشیم چه نه، همیشه مسئول تجربه هامون هستیم. میتونیم نباشیم. انتخاب این که آگاهانه روی زندگیمون رو تعبیر کنیم خودش یک جور تعبیر کردن رویدادهای زندگیمونه. انتخاب این که به رویدادهای زندگیمون واکنش نشون ندیم خودش یک واکنش به رویدادهای زندگیمونه. حتی اگر یک سیان زیرت بگیره تا یک لشکر بچه مدرسه رود کثافت کاری کنن، باز هم خودت مسئولی که معنی این رویداد رو تعبیر کنی و باش واکنش نشون بدی. که از این قضیه خوشمون بیاد چه نه، ما همیشه نقش فعالی در چیزهایی که برامون و درونمون اتفاق میفته ایفا میکنیم. ما همیشه داریم معنی هر لحظه و هر اتفاق رو تفسیر میکنیم. همواره داریم ارزشهایی که باهاشون زندگی میکنیم و انتخاب میکنیم و همچنین معیارهایی که باهاشون رویدادهای اطرافمون رو میسنجیم. معمولاً یک رویداد میتونه خوب یا بد باشه و این بستگی به معیاری داره که ما انتخاب میکنیم. قضیه اینجاست که ما همیشه داریم انتخاب میکنیم، چه بهش آگاه باشیم چه نباشیم، همیشه داریم انتخاب میکنیم. و این یعنی چیزی
به اسم این که همه چیز رو به پلانیزگی وجود نداره. این قضیه غیر ممکنه. نمیشه همه چیز رو به فلان گرفت. آدمیزاد باید به یک چیزی اهمیت بده. اینکه برای هیچ چیزی تره خورد نکنی خودش یعنی برای یک چیزی تره خورد کردی. سوال اصلی اینه که داریم چی رو انتخاب میکنیم که تره هامون رو براش خورد کنیم؟ چه ارزش هایی رو انتخاب میکنیم که کارامون رو بر اون اساس انجام بدیم؟ چه معیارهایی رو انتخاب میکنیم که زندگیمون رو باهاش بسنجیم؟ و آیا این انتخابها انتخابهای خوبی هستند؟ ارزشها و معیارهای درست و درمانی هستند؟ باور غلط مسئولیت تقصیر. چند سال پیش وقتی جوانتر و ابلهتر بودم یک پست برای وبلاگم نوشتم و آخرش این جمله رو آوردم. و همونطور که یک فیلسوف بزرگ میگه قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. به نظر قشنگ و قوی میومد. یادم نمیومد کی اینو گفته. جستجوی گوگل هم کمکی نکرد. ولی به هر حال اونجا توی متن چپوندمش چون خیلی به نوشتم میومد. 10 دقیقه بعد اولین کامنت اومد. فکر کنم اون فیلسوف بزرگ که بهش اشاره کردی عمو بن تو فیلم مرد عنکبوتی باشه. قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. آره این آخرین حرفای عمو بن بود قبل از اینکه یک سارق جونشو بگیره. همون سارقی که پیتر اجازه داد فرار کنه. حالا اینکه چطور از بین اون همه آدم توی پیاده رو عمو بن رو کش خودش کلی جای سؤاله. ولی خب بگذاریم عمو بن این فیلسوف بزرگ. ولی به هر حال هممون این جمله رو شنیدیم. از اون جمله هاست که خیلی وقتها به شوخی و طعنه تکرار میشه. مخصوصا بعد از پیک 7 و 8 از اون حرف هاست که صغیر به نظر میرسه ولی با این وجود پیامی رو منتقل میکنه که هممون میدونیم. اگه چه هیچ وقت درست و حسابی بهش فکر نکرده بودیم. قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. راست میگه. ولی یک ورژن بهتری از این نقل قول هم هست. ورژنی که عمیقا واقعا و برای درست کردنش کافی اسمهای این گزاره رو جابجا کنید. مسئولیت زیاد قدرت زیاد میاره. هرچه مسئولیت بیشتری رو در زندگی بپذیریم، قدرت بیشتری رو به زندگیمون وارد میکنیم. در نتیجه پذیرفتن مسئولیت مشکلاتمون اولین قدم برای حل کردنشونه. مردی رو میشناختم که باورش شده بود دلیل اینکه هیچ دختری باهاش وارد رابطه نمیشه اینه که قدش کوتاهه. آدم تحصیل کرده ای بود، با مزه و خوشتیپ هم بود. خلاصه که تیکه خوبی بود ولی کاملا باور داشت که به نظر خانم ها قدش خیلی کوتاهه و چون خودش حس میکرد قدش کوتاهه بیرون نمیرفت و سعی نمیکرد مخ کسی رو بزنه. چند باری هم که سعی کرد دنبال کوچکترین رفتاری از طرف مقابلش بود که نشون بده اون به اندازه کافی براشون جذاب نیست و اینجوری خودش رو قانع میکرد که طرف ازش خوشش نیومده اگرچه واقعا خوشش اومده بود. همانطور که میتونی تصور کنی اون بود از زندگیش یعنی رابطه با خانوم ها فاتح خونده بود. چیزی که نفهمید این بود که خودش ارزشی رو انتخاب کرده بود که بهش آسیب میرسون. قد خانم ها اونطور که ایشون تصور میکرد فقط جذب قد میشن. با این وضعیت هر کاری هم میکرد دهنش سرویس بود. انتخاب این ارزش اونو ناتوان کرده بود و یک مشت محکم بهش داده بود. به اندازه کافی قد بلند نبودن در دنیایی که به زعم ایشون برای قد بلند هاست، این مرد توی روابطش میتونست ارزش‌های خیلی بهتری رو انتخاب کنه. میخوام با کسی تیک بزنم که منو به خاطر کسی که هستم دوست داشته باشه.
میتونست نقطه شروع خوبی باشه، معیاری که ارزش‌هایی مثل صداقت و پذیرش رو میسنجه. ولی اون این ارزش‌ها رو انتخاب نکرد، احتمالاً حتی آگاه نبود که داشت ارزش خودش رو انتخاب میکرد یا میتونست انتخاب کنه. خودش مسئول مشکلات خودش بود، اگه چه متوجهش هم نبود. با وجود این مسئولیت به قرص زدن ادامه میداد. به مرد کافچی میگفت: ولی من کاری نمیتونم بکنم. تقصیر من چیه که زنها سطحی هستند و هیچ وقت از آدمی مثل من خوششون نمیاد. آره، این تقصیر همه زنهای دنیا است که همچین مرد خود تغییر پندار سطحی رو با ارزش نمیدونن. خیلی ها دوست ندارن مسئولیت مشکلاتشون رو بپذیرن، چون معتقدن که این مسئول مشکلاتت باش. اگه مسئول مشکلاتت باشی یعنی مقصر مشکلاتت هم هستی. در فرهنگ ما مسئولیت و تقصیر با هم میان، ولی اینها یکی نیستن. اگر با ماشینم بهت بزنم هم مقصرم و هم احتمالاً از لحاظ قانونی مسئولم که یک جوری برات جبران کنم. حتی اگر برخورد ماشین من با تو یک تصادف بوده باشه باز هم من مسئولم. تقصیر تو جامعه ما اینجوری کار میکنه: اگه گند بزنی وظیفه و مسئولیت شماست که درستش کنی، و باید هم همینجوری باشه. ولی مشکلاتی هم هستن که تقصیر ما نبودند، ولی با این وجود مسئولیتشون با ما هستند. برای مثال اگه یک روز صبح از خواب بیدار بشی و متوجه بشی که یک نوزاد دم در خونته، تقصیر شما نیست که یک بچه رو اونجا گذاشتن، ولی الان این بچه مسئولیت شماست. باید انتخاب کنید که چیکار کنید و آخرش هر تصمیمی که بگیرید نگهش دارید، از دستش خلاص بشید، وانمود کنید ندیدینش، بذارینش دم در، اون هم عواقب و مشکلات مربوط به خودش رو خواهد داشت و مسئولیت اونها همه پای شماست. قاضی ها پرونده هاشون رو انتخاب نمی کنن. وقتی یک پرونده میره دادگاه، قاضی پرونده جرم رو مرتکب نشده، شاهد پرونده هم نبوده و تحت تأثیر جرم هم نبوده، ولی مسئولیت این جرم رو داره. حالا باید پیامدهای قضیه رو انتخاب کنه. باید معیارهایی که باید جرم بر اساسشون ارزیابی بشه رو شناسایی و اطمینان حاصل کنه که این معیارها اعمال میشن. ما مسئول تجربه هایی هستیم که همیشه تقصیر ما نیستن. این بخشی از زندگیه. بذار یه راه بهتون بگم که تفاوت میان دو این مفهوم رو نشون بدم. تقصیر زمان گذشته است، مسئولیت زمان حاله. تقصیر نتیجه انتخاب هایی که قبلا صورت گرفته، مسئولیت نتیجه انتخاب هایی که همین الان و هر ثانیه از زندگی داری انجام میدی، داری انتخاب میکنی که اینجوری بخونی، داری انتخاب میکنی که در مورد این مفاهیم فکر کنی، داری انتخاب میکنی که این مفاهیم ها رو بپذیری یا رد کنی. ممکنه تقصیر من باشه که فکر میکنی ایده های آنچنانی دارم، ولی تو مسئولی که یه نتیجه گیری بگیری و تقصیر تو نیست که من انتخاب کردم این جمله رو بنویسم، ولی خودت مسئولی که انتخاب کنی بخونیش یا نه. فرق زیادی هست بین این که تقصیر شرایط کنونیت رو بندازی گردن یکی دیگه و این که واقعا اون آدم مسئول وضعیت شما باشه. هیچ کس غیر از خودت مسئول شرایطت نیست. شاید بتونی آدم‌های زیادی در زندگیت پیدا کنی که تقصیر ناشادکامی تو بندازی گردنشون، ولی هیچ کس غیر از خودت مسئول ناشادکامی نیست. دلیلش هم اینه که همیشه داری انتخاب می‌کنی که چطور به مسائل نگاه کنی، چجوری به اتفاق‌ها واکنش نشون بدی، چجوری رویدادها رو ارزش‌گذاری کنی. همیشه داری معیارهایی که بر اساسشون تجربهات رو ارزیابی میکنی انتخاب میکنی. اولین دوست دخترم به شیوهی بسیار تماشایی و تاریخی رابطمونو تمام کرد و منو ول کرد. داشت بهم خیانت میکرد با معلمش. بهتر از این نمیشد، عالی بود. منظورم از عالی اینه که
حس و حالش مثل این که بود که 253 بار مشت بکوبن تو شکمت. برای اینکه حسابی فاتحت خونده بشه، وقتی در مورد این قضیه باهاش حرف زدم و به روش آوردم، سریع منو ول کرد و رفت با اون. 3 سال با هم بودیم. سیفون رو کشید روی رابطمون. ماها بدبخت و بی‌نوا بودم. انتظارش هم می‌رفت خوب، ولی اون رو مسئول بدبختی هم می‌دونستم. راستشو بخوای خیلی منو به جایی نرسون و تنها کاری که کرد این بود که میزان بدبختیمو بیشتر کرد. ببین، من کنترلی روی اون دختر نداشتم. صرف نظر از این که چند بار بهش زنگ زدم یا سرش جیغ کشیدم یا التماسش کردم که برگرده پیشم یا دزدکی و یهویی به خونشون سر زدم یا کارهای عجیب و غریب و غیر منطقی دوست پسر قبلی ها از سرم زد، هیچ وقت نمیتونستم احساسات یا اعمالش رو کنترل کنم. در نهایت میخوام بگم که اگرچه اون مقصر حس بدی بود که من داشتم، ولی هیچ وقت مسئول این حس من نبود. مسئولش من بودم. که دیگه یه جایی بعد از کلی اشک و الکل فکرامو تغییر دادم و یه جورایی فهمیدم که اگرچه دختر کارهای بدی در حق من کرده و تقصیر اون بوده، ولی الان مسئولیتش پای خودمه که حالمو خوب کنم. قرار نبود که اون بپره بیاد و همه چی رو برام درست کنه. خودم باید همه چی رو درست میکردم. وقتی این رویکرد رو پیش گرفتم، اتفاقهایی برام افتاد. اول اینکه خودم رو از جنبه‌های مختلف بهتر کردم، به ورزش روی آوردم و وقت بیشتری رو با رفیقام که اونها مدتی بود که ندیده بودمشون سپری کردم. با آدم‌های جدید دوست شدم. یک سفر تحصیلی بزرگ به خارج رفتم و این طرف و اون طرف کارهای داوطلبانه کردم و به آرومی حالم بهتر و بهتر شد. هنوز از دوست دختر سابقم نفرت داشتم که همچه کاری با من کرد، ولی حداقل الان خودم مسئولیت احساساتم رو به عهده گرفتم و با این کار ارزش‌های بهتری رو انتخاب کردم. ارزش‌هایی در راستای مراقبت از خود و یاد گرفتن اینکه درباره خودم حس‌های بهتری داشته باشم، نه اینکه قفلی بزنم روی اینکه اون باید بیاد چیزی رو که شکسته تعمیر کنه. در ضمن این قضیه اون رو محصول احساساتم می دونستم، یه جورایی بخشی از دلیل جدایی اون از منه که یکی دو فصل دیگه در موردش براتون میگم. بعد ها حدود 10 سال بعد اتفاقهای بامزه افتاد. وقتی به عقب به رابطمون نگاه می کردم، متوجه مشکلاتی شدم که قبلا بهشون توجه نکرده بودم. مشکلاتی که من مقصرشون بودم و می تونستم براشون کاری بکنم. متوجه شدم احتمالش هست که من دوست پسر فوق‌العاده‌ای نبودم و اینکه آدم‌ها همینجوری یهویی به کسی که باهاش بودن خیانت نمی‌کنن، مگر اینکه از یک چیزی ناراحت باشن و اذیت بشن. نمیگم که اینها کاری که اون کرد رو توجیه می‌کنه، نه ابداً، ولی تشخیص و اعتراف به اشتباهاتم کمک کرد تا بفهمم شاید اون قربانی معصومی نبودم که فکر می‌کردم. به هر حال آدم‌هایی که با هم توی رابطه‌اند تا حدی ارزش‌های مشترکی با هم دارم و اگه من مهم مدت با آدمی که ارزش‌های خوبی نداره دوست بودم، نباید به ارزش‌های خودم شک می‌کردم. وقتی فهمیدم چی شده و مشکل از کجا بوده، تونستم به عقب نگاه کنم و علائم هشداری که شخصیت دوست دخترم بروز داده بود رو ببینم. علائمی که دورانی که با هم بودیم تصمیم گرفته بودم نادیده بگیرم. اشتباه من همینجا بود. به عقب نگاه کردم و دیدم من هم چندان دوست پسر منتخب سال نبودم براش. در واقع بیشتر اوقات نسبت به ایش سرد و گستاخ بودم. بقیه اوقات هم مثل کسی که حالا که همیشه هستش قدرش رو ندونستم، دلش رو شکوندم و بهش آسیب زدم. اینا همه تقصیر من بود. آیا اشتباهات من اشتباهات اونو توجیه میکنه؟ نه. ولی با این وجود مسئولیتش رو پذیرفتم که دیگه هیچ وقت
اون اشتباهات رو تکرار نکنم و هیچ وقت سرسری از کنار اون علامت ها رد نشم تا دیگه هیچ وقت با همچین عواقبی روبرو نشم. مسئولیتش رو پذیرفتم که سخت تلاش کنم در آینده با دختر بهتری وارد رابطه بشم و لازمه گزارش بدم که این کارو کردم. دیگه دختر خیانتکاری منو طرف نکرد و دیگه کسی 253 بار توی شکمم مشت نکوبید. مسئولیت مشکلاتم رو به عهده گرفتم و بر اساس اونها خودم رو بهتر کردم. مسئولیت نقشی که در اون رابطه ناسالم داشتم رو بر عهده گرفتم و روابط بعدیم رو بهتر کردم. و میدونی چیه؟ اینکه دوست دخترم منو ترک کرد، اگرچه یکی از دردناکترین تجربه های زندگیم بود، ولی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تجربه های زندگیم هم بود. دمش گرم، چون باعث و بانی رشد شخصی زیادی برای من شد. از اون یک دونه مشکل چیزهای بیشتری یاد گرفتم تا ده ها موفقیتی که در زندگی کسب کردم. هممون دوست داریم مسئولیت موفقیت و شادکامی رو بر عهده بگیریم. در واقع معمولاً سر اینکه چه کسی مسئول موفقیت و شادکامیه جنگ و دعوا داریم، ولی پذیرش مسئولیت مشکلاتمون خیلی مهمتره، چون یادگیری واقعی از اونجا میاد، بهبود در زندگی واقعی از اونجا میاد. اینکه تقصیر رو بندازی گردن دیگران فقط باعث میشه خودت آسیب ببینی. واکنش به تراژدی. ولی بعضی رخدادها خیلی وحشتناک و شدیدن. خیلی از آدم ها میتونن در مورد مشکلات مربوط به محیط کار مسئولیت پذیر بشن، یا وقتی به جایی بازی کردن با بچه ها ساعت ها پای تلویزیون میشینن به رفتارشون فکر کنن و به مسئولیت پذیری سلامی دوباره بدن. ولی وقتی حرف از تراژدی های وحشتناک میاد وسط، اونها ترمز استراری قطار مسئولیت پذیری رو میکشن و وقتی نگهداشت پیاده میشن. بعضی چیزها زیادی براشون دردناکه و نمیتونن مسئولیتش رو بپذیرن. ولی بهش فکر کن، شدت رخداد حقیقت ذاتی ماجرا رو تغییر نمیده. اگر یک موتوری وسط خیابون کیف شما رو بزنه، خب قطعا تقصیر شما نبوده. هیچ کس دوست نداره در همچین شرایط قرار بگیره. ولی درست مثل بچه‌ای که دم در خونتون گذاشته بودن، فوراً مسئولیت این وضعیت مرگ و زندگی بر شما نازل میشه. آیا باهاشون دعوا میکنین؟ دچار حمله عصبی میشین؟ خشکتون میذاره؟ به پلیس مراجعه میکنین؟ سعی میکنین فراموشش کنید و وانمود کنید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ همه اینها انتخاب ها و واکنش هایی که شما مسئول انتخابش هستید. شما خرد شدن رو انتخاب نکردید، ولی با این وجود مسئولیت شماست که پیامدهای عاطفی و روانی و قانونی این تجربه رو مدیریت کنید. در سال 2008 طالبان کنترل دره سوات، یکی از نقاط دورافتاده شمال شرقی پاکستان، رو در دست گرفت. اونها خیلی زود قوانین افرادگری اسلامی رو تحمیل کردند. تلویزیون ممنوع، فیلم ممنوع، هیچ خانمی بدون همراه مرد نباید بیرون باشه، هیچ دختری نباید به مدرسه. در سال 2009 یک دختر 11 ساله پاکستانی به نام ملاله یوسفزای شروع کرد به مقابله با این ممنوعیت تحصیلی. کماکان به مدرسه محلشون میرفت، با وجود اینکه میدونست با این کار هم جان خودش و هم جان پدرش رو به خطر میندازه. حتی در شهرهای مجاور به کنفرانس ها هم میرفت. در اینترنت هم مقاله منتشر کرد تحت عنوان طالبان چطور جرأت میکند تحت تحصیل را از من بگیرد. در سال 2012 وقتی که 14 سالش بود، یک روز که سوار بر اتوبوس مدرسه داشت به خونه برمیگشت، یک سرباز طالبان که صورتش رو پوشیده بود اتوبوس را متوقف کرد، سوار شد و پرسید ملاله کدومتونه؟ یا به هم میگیم یا همتون رو میکشم.
ملاله خودش رو نشون داد. یک انتخاب حیرت آور در نوع خودش. و اون سرباز درست جلوی چشم همه سرنشین های اتوبوس یک گلوله توی سر ملاله خالی کرد. ملاله رفت تو کما و تقریبا تموم کرد. طالبان اعلام کرد که اگر ملاله از این حادثه جان سالم در ببره هم خودش و هم پدرش رو خواهد کشت. امروز ملاله زنده است. هنوز هم علیه خشونت و سرکوب زنان در کشورهای اسلامی فعالیت مدنی میکنه و مؤلف یک کتاب بسیار پرفروشه. در سال 2014 به خاطر زحمت‌هایی که کشیده جایزه نوبل گرفت. انگار گلوله‌ای که به سرش شلیک شد فقط مخاطب‌های بیشتر و شجاعت بیشتری بهش داد. میتونست خیلی راحت بشینه و بگه من کاری نمیتونم بکنم یا انتخابی ندارم. ولی اگه این کار رو میکرد به طرز متناقضی باز هم انتخاب خودش بوده، ولی برعکسش رو انتخاب کرد. چند سال پیش در مورد برخی موضوعات این کتاب توی وبلاگم نوشته بودم و یک نفر برام کامنت گذاشت. به هم گفت که سطحی و ناپخته‌ام و درک درستی از مشکلات زندگی و مسئولیت انسان ندارم. گفت که پسرش رو در یک تصادف رانندگی از دست داده و منو متهم کرد به اینکه در مورد درد واقعی چیزی نمیدونم و منو یک عوضی خطاب کرد، چون بهش گفته بودم که خودش مسئول دردیه که به خاطر مرگ پسرش متحمل شده. واضحه که این مرد دردی رو چشیده که خیلی از آدم ها هیچ وقت در زندگی باش مواجه نمیشن. انتخاب اون نبود که پسرش از دنیا رفت و تقصیر اون هم نبود که پسرش از دنیا رفت. مسئولیت مدیریت کردن این زخم به اون واگذار شده بود. اگرچه کاملا ناخواسته بود، ولی با این وجود خودش مسئول عواطف، باورها و کارهاش بود. اینکه چجوری به مرگ پسرش واکنش نشون بده انتخاب خودش بود. درد از هر نوعی که باشه برای هممون اجتناب ناپذیره، ولی این ماییم که انتخاب میکنیم چه معنایی برامون داشته باشه. حتی در این ادعا که توی این قضیه انتخابی نداره و فقط میخواست پسرش برگرده، داشت انتخاب میکرد. یکی از هزاران روش استفاده از اون درد. و البته که من هیچ کدوم از این حرفا رو بهش نزدم. خیلی مشغول وحشت زده بودن و فکر کردن در مورد این بودم که خب شاید واقعا مخم تاب برداشته و هیچ ایده‌ای ندارم که دارم در مورد چی حرف میزنم. این خطر در مسیر شغلی که من انتخاب کردم متداوله. مشکلیه که من انتخابش کردم، مشکلیه که من مسئول رسیدگی بهش بودم. اولش حال بدی داشتم، ولی بعد از چند دقیقه عصبانی شدم. به خودم گفتم اعتراض این مرد رفت چندانی به حرفی که من زدم نداره و اصولاً گور باباش فقط چون بچه‌ای ندارم که مرده دلیل نمیشه که دردهای وحشتناکی رو در زندگی تجربه نکردم. بعدش اومدم و توصیه خودم رو اجرا کردم. مشکلم رو انتخاب کردم. میتونستم سر این مرد داد بزنم و باش وارد بحث بشم و سعی کنم با ذکر دردهایی که کشیدم نشون بدم که بیشتر از اون درد کشیدم. کاری بچگانه که فقط باعث می شد جفتمون احمق و بی‌عاطفه جلوه کنیم. یا می تونستم مشکل رو بهتر انتخاب کنم، تمرین کنم که صبورتر باشم، خواننده هام رو بهتر درک کنم و هر وقت که خواستم در مورد درد و روان زخم ها بنویسم به اون مرد فکر کنم. و این چیزیه که از اون به بعد سعی کردم سلوحه کارم قرار بدم. جواب کوتاهی براش نوشتم با این مضمون که غم آخرتون باشه و گفتگو رو همونجا تموم کردم. چون شرایط چی میتونستم بگم واقعا؟ ژنتیک و ورقه هایی که توی این بازی بهمون دادن. در سال 2013 بی بی سی 10-12 نوجوان که اختلال وسواس فکری یا
OCD داشتن و دور هم جمع کرد و همزمان که داشتن دوره های درمانی جدی رو می گذروندن اونها رو دنبال کرد. هدف از این تراپی ها این بود که به این بچه ها کمک کنه بر سیل افکار ناخواسته و رفتارهای تکرار شوندهشان غلبه کنن. یکی از اون بچه ها ایمیجین بود، یک دختر 17 ساله که نیاز وسواس‌گونه‌ای داشت به این که از بغل هر چیزی که رد می شد با دستش یک ضربه تکنگشتی بهش بزنه و اگر این کار رو نمی کرد افکار وحشتناکی می اومد سراغش که همه اعضای خانوادش دارن می میرن. یکی دیگرشون جاش بود، پسری که هر کاری می کرد باید با راست و چپ بدنش انجام می داد. با دست راست و دست چپ با آدم ها دست می داد. در غذا خوردن باید از هر دو دستش استفاده می کرد. جفت ها از هر دری رد می شد و غیره. و اگر نمی تونست و سمت بدنش رو قرینه کنه، حمله های عصبی شدیدی می اومد سراغش. و جک رو داشتیم، یک میکروب حراس کلاسیک که بدون دستکش از خونه بیرون نمی رفت. قبل از نوشیدن هر آبی باید اون رو می جوشون و غذایی که خودش تمیز و تلخ نکرده بود رو نمی خورد. OCD یک اختلال عصبی و ژنتیکه که قابل درمان نیست. در بهترین حالت میشه مدیریتش کرد و همونطور که در ادامه خواهیم دید مدیریت اختلال به مدیریت ارزش‌های فرد برمیگرده. اولین چیزی که روان درمانگرهای این پروژه به بچه‌ها میگن اینه که نقص‌ها و کاستی‌های تمایلات وسواس‌گونه‌شون رو بپذیرن. و این یعنی مثلا وقتی ایمیجین مورد حمله افکار وحشتناک مرد خانوادش قرار میگیره باید بپذیره که واقعا خانوادش ممکنه بیفتن و بمیرن و اون کاری در این مورد نمیتونه بکنه و مرگ یک حقیقت اجتناب ناپذیره. در واقع بهش میگن هر چیزی که براش اتفاق بیفته تقصیر اون نیست. جاش مجبوره بپذیره که در بلند مدت قرینه سازی همه رفتارهاش و تلاش برای متقارن کردن اعضاش زندگیست و بیشتر از اون حملات عصبی گاه و بیگاه به فنا میده و به جک یادآوری میکنن که صرف نظر از همه تلاش هایی که برای تمیزی میکنه میکروب ها همه جا هستن و اون رو آلوده میکنن. هدف این بود که به بچه ها بفهمونن ارزش هاشون منطقی نیست و در واقع حتی ارزش هاشون مال خودشون نیست، مال اختلالشونه. و اینکه با ارضا کردن این ارزش‌های غیر منطقی دارن به عملکردشون در زندگی گند می‌زنن. قدم بعدی اینه که بچه‌ها رو تشویق کنن ارزش‌های مهمتری از ارزش‌های OCD انتخاب و روی اونها تمرکز کنن. برای جاش این یعنی دیگه مجبور نباشه به امید داشتن یک زندگی نرمال در جامعه همیشه اختلالش رو از خانواده و دوستاش مخفی کنه. برای ایمیجین این یعنی افکار و احساساتش رو کنترل کنه و دوباره خوشحال باشه. و برای جک این یعنی بتونه مدت زیادی از خونه‌شون بیرون بمونه بدون اینکه ماجراهای دردناک روانخراشی رو تجربه کنه. حالا که این ارزش‌های جدید در مرکزیت توجه بچه‌ها قرار گرفته، تمرینات سخت حساسیت زدایی شروع شده بود تا ارزش‌های جدیدشون رو زندگی کنن. این تمرین‌ها حمله‌های عصبی زیادی به دنبال داشت. اشک‌های زیادی ریخته شد. جک به ردیفی از اشیاء زبون بسته مشت می‌زد و بعد دست‌هاش رو می‌شست. ولی اواخر این فیلم مستند می‌بینیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده بود. ایمیجین دیگه از بغل هر چیزی رد می‌شد بهش ضربه نمی‌زد. میگه هنوز هم هیولایی پس ذهنم هست و احتمالاً تا ابد خواهد بود. ولی الان سر و صداش آروم‌تر شده. جاش می‌تونه دوره‌های 25 دقیقه تا نیم ساعت رو بدون قرینه سازی رفتارهاش رو طی کنه و جک بیشترین بهبود رو از خودش نشون داده میتونه بره بیرون و در رستوران از بطری‌ها
و لیوانهای آب بخوره بدون اینکه قبلش اونا رو بشوره. جک چیزهایی که یاد گرفته رو اینجوری خلاصه میکنه: من این زندگی رو انتخاب نکردم. من این وضعیت خیلی وحشتناک رو انتخاب نکردم. ولی باید انتخاب کنم چجوری باید زندگی کنم. مجبورم انتخاب کنم چجوری باید زندگی کنم. خیلی از آدم ها با نقص های مادرزادیشون، چه اوسیدی باشه، چه قد کوتاه یا یک چیز خیلی متفاوت، طوری رفتار میکنن که انگار از یک موهبت خیلی با ارزش محروم شدن. حس میکنن در اون مورد کاری نمیتونن بکنن. در نتیجه از پذیرش مسئولیت وضعیتشون شونه خالی میکنن. با خودشون فکر میکنن که من این ژن‌های تخمی رو انتخاب نکردم، پس اگه اوضاع تخمی پیش بره تقصیر من نیست. و خب درست میگن، تقصیر اونها نیست، ولی به هر حال مسئولیت اونهاست. سالها پیش وقتی دانشجو بودم، فانتزیم این بود که یک بازیکن حرفه‌ای پوکر بشم. پول خوبی می بردم، خوش می گذشت، ولی بعد از حدود یک سال بازی جدی ازش کشیدم بیرون. سبک زندگی شب زنده‌داری ها و خیره شدن به صفحه کامپیوتر، بردن هزاران دلار در یک شب و باختن بیشتر همون پول در شب بعد واسه من نبود. و البته سالم‌ترین و باثبات‌ترین روش برای ارتزاق نبود. ولی دورانی که پوکر بازی می کردم تأثیر عمیقی روی دیدگاه هم به زندگی گذاشت. زیبایی پوکر اینه که اگه چه شانس همیشه دخیله، ولی شانس نتایج بلند مدت بازی رو تعیین نمی کنه. ممکنه یک نفر کارتهای بدی بهش بیفته و از کسی که کارتهای خیلی خوبی داره ببره. البته اون کسی که کارتهای خوبی داره احتمال برد بیشتری داره. ولی در نهایت چیزی که برنده رو تعیین میکنه، بله درست هست دی، انتخابهایی که هر بازیکن در خلال بازی انجام میده. زندگی رو هم اینطوری میبینیم. به هممون کارت‌هایی داده شده، بعضی هامون نسبت به بقیه کارت‌های بهتری داریم و اگرچه خیلی آسونه که درگیر تخمی بودن کارت‌هامون بشیم و حس کنیم به فنا رفتیم، ولی بازی واقعی در انتخاب‌هایی که با اون کارت‌ها می‌کنیم و در ریسک‌هایی که می‌کنیم و عواقبی که تصمیم می‌گیریم باهاشون زندگی کنیم. آدم هایی که در موقعیت های مختلف بهترین تصمیم ها رو می گیرن، کسانی هستند که در بازی پوکر یک سر و گردن از بقیه بالاتر قرار می گیرن. درست مثل زندگی. و این آدم ها لزوماً اونهایی نیستن که بهترین کارت ها رو داشتن. کسانی هستند که به خاطر نقص های عصبی و ژنتیکی از لحاظ روانی و عاطفی رنج می برن. ولی این قضیه چیزی رو عوض نمی کنه. البته که کارت های بدی نصیب جونشون شده و نمیشه اونها رو مقصر دونست. همانطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه رو که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مقصر دونست. یا اون کسی که خفت شد رو به خاطر خفت شدن. ولی با این وجود خودشون مسئول این ماجراها هستند. انتخاب با خودشونه که مثلا دنبال یک روان درمانگر خوب بگردن و دوره‌های درمانی رو طی کنن یا اینکه هیچ کاری نکنن. کسانی هستند که در دوران کودکی واقعا رنج کشیدن. کسانی هستند که مورد سوء استفاده ها و خشونت ها قرار گرفتن، چه فیزیکی و چه عاطفی، چه مالی. نمیشه اونها رو به خاطر مشکلات و نارسایی هاشون مقصر دونست. ولی مسئول چرا؟ اونها همیشه مسئول هستن که با وجود همه مشکلات به جلو حرکت کنن و در هر شرایطی بهترین انتخاب‌های ممکن رو انجام بدن. و بیا صادق باشیم. اگه قرار باشه همه آدم‌هایی که به نوعی نارسایی‌های روانی دارن، همه آدم‌هایی که دارن با افسردگی و افکار خودکشی‌گرایانه دست و پنجه نرم می‌کنن،
کسانی که محروم و مظلوم واقع شدند یا مورد سوء استفاده قرار گرفتند، کسانی که سلوکوار مرگ عزیزی بودند و کسانی که از بیماری‌های جدی، تصادف یا آسیب‌های شدید روانی جان سالم به در بردند، همه اینها رو یک جا جمع کنید. مثلا قرار باشه همشون رو توی یک اتاق جا بدی، پس احتمالاً مجبوری همه آدم‌های دنیا رو جمع کنی، چون هیچ کسی نیست که در مسیر زندگی چند تا زخم و زیلی روی تن و روانش نداشته باشه. البته که بعضی‌ها با مشکلات بدتری سر و کله زدن و بعضی‌ها واقعاً در شرایط زشتی قربانی بودن، ولی این قضیه هر چقدر هم باعث ناراحتی و رنجش شما بشه، در معادله مسئولیت چیزی رو عوض نمی کنه. لذت قربانی بودن. باور اشتباه مسئولیت تقصیر به مردم این اجازه رو میده که مسئولیت حل مشکلشون رو به گردن دیگران بندازن. اینکه مسئولیت رو از کانال تقصیر از سر خودت باز کنی، بهت یک نوع سرخوشی موقتی و حس حق به جانبی اخلاقی میده. متاسفانه یکی از اثرات جانبی اینترنت و رسانه‌های اجتماعی اینه که این روزها انداختن بار مسئولیت توی شنه آدم‌ها یا گروه‌های دیگه آسان‌تر از هر زمانی شده. در واقع این بازی تقصیر اینهاست و شرم بر آنها باد خیلی پرطرفدار شده. حتی در بعضی جوامع اینترنتی به عنوان رفتاری باحال شناخته شده. شما هم مثل من یاد توییتر و اینستاگرام فارسی میافتی؟ منتشر کردن ناعدالتی‌ها در فضای عمومی بیشتر از هر نوع رویداد دیگه‌ای در رسانه‌های اجتماعی باعث تهییج عاطفی آدم‌ها و جلب توجهشون میشه و برای کسانی که همه حس میکنن قربانی هستن، پاداش هایی مثل حجم قابل توجهی از توجه و همدردی به ارمغان میاره. لذت قربانی بودن رو میشه این روزها هم در جناح راست دید و هم در جناح چپ، هم بین فقرا و هم بین پولدارها. در واقع شاید این برای اولین بار در تاریخ بشر باشه که همزمان همه گروه های جمعیت شناختی احساس می کنند که جورایی به طرزی ناعادلانه قربانی هستند و همشون سرمست سرخوشی هایی از جنس براشفتگی می شند که با این حساب میاد. این روزها هر تقل به توقل بخوره یکی هست که بهش بر می خوره. حالا می تونه به خاطر تدریس کتاب آیین همسرداری به جای تنظیم خانواده در دانشگاه باشه، یا ممنوع شدن درخت کریسمس در بازار میوه و تروبار محلی، یا افزایش 1% مالیات بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و حس می‌کنه که یه جورایی بهش ظلم شده و استحقاق این رو داره که براشفته بشه و مقدار مشخصی توجه دریافت کنه. محیط رسانه‌ای امروزی این جور واکنش ها رو تشویق میکنه، بهش دامن میزنه و اون رو در جریده عالم تا ابد ثبت میکنه. چون که خب برای رونق کسب و کارشون خوبه. نویسنده و مفسر رسانه‌ای راین هالیدی به این قضیه میگه پرنه براشفتگی، یعنی رسانه ها به جای اینکه خبرها و گزارش های مربوط به داستان‌های واقعی و مشکلات جدی رو منعکس کنن، براشون خیلی آسان‌تر و البته پرسودتره که یک قضیه کمی تا قسمتی رنجش‌آور رو پیدا کنن، اون رو به سمع و نظر جامعه وسیعی از مخاطب‌ها برسونن، ایجاد براشفتگی کنن و بعدش این براشفتگی رو دوباره به سمع و نظر مخاطباش نشون برسونن، به طوری که حتی طیف دیگه از جامعه رو هم براشفته کنه. و این باعث میشه که یک مشت بیشعور بین دو طرف خیالی، دو حریف فرضی رد و بدل بشه و در ضمن
حواس همه رو از مشکلات واقعی پرت کنه. جای تعجب نیست که بیشتر از همیشه از لحاظ سیاسی دو قطبی شدیم. بزرگترین مشکل لذت ناشی از حس قربانی بودن اینه که توجه به قربانیان واقعی رو می دزده. مثل قصه چوپان دروغگو میشه. هرچه آدمهای بیشتری سر چیزهای کوچک خودشون رو قربانی بدونن، تشخیص دادن قربانیهای واقعی سخت‌تر میشه. آدمها به این حس که همیشه رنجونده بشن عادت میکنن، چون این قضیه بهشون یک نوع سرخوشی میده. حق به جانب بودن و از لحاظ اخلاقی ارجحیت داشتن حال میده. کاریکاتوریست سیاسی تیم کریدل یک بار توی نیویورک تایمز این قضیه رو اینجوری بیان کرد: برآشفتگی مثل خیلی چیزهای دیگه است که حس خوبی میده، ولی ما رو از درون میخوره و حتی خبیثتر و موذی‌تر از بسیاری رذیلت‌های دیگه است، چون حتی ما آگاهانه اعتراف نمی کنیم که از جنس لذته. ولی بخشی از زندگی در دموکراسی و جامعه آزاد اینه که هممون مجبوریم با عقاید و آدمهایی که لزوماً دوستشون نداریم کنار بیام. این بهاییه که برای این سیستم پرداخت می کنیم. شاید حتی با خودت بگی که خب هدف از دموکراسی همینه، ولی به نظر میاد روز به روز آدم‌های بیشتری دارن این رو فراموش می‌کنن. باید مبارزه‌هامون رو با دقت انتخاب کنیم و همزمان سعی کنیم با به اصطلاح دشمنمون همدلی کنیم. باید با دوز سالمی از دیر باوری بریم سراغ رسانه‌ها و اخبار و سعی نکنیم کسانی که با همون مخالفت می‌کنن رو با یک پرچه کت و کلاه تمرنگ خودمون کنیم. باید ارزش هایی مثل صداقت، ترویج شفافیت و داشتن آغوشی باز برای تردید رو در اولویت قرار بدیم. در خلاف ارزش هایی مثل حق به جانب بودن، حال خوب داشتن و انتقام گرفتن در بحبوحه دنیای شبکه بندی شده پرسرصدای امروز، حفظ کردن این ارزش‌های دموکراتیک سخت‌تر شده، ولی باید مسئولیت پذیر باشیم و به هر حال اونها رو در خودمون پرورش بدیم. چطوری نداریم؟ خیلی ها ممکنه همه این حرف ها رو بشنوند و بعدش بگن خوب باشه، ولی چطوری؟ من متوجه شدم که ارزش‌هام الکی هستن و برای همه مشکلاتم از زیر مسئولیت در میرم و اینکه من یک عوضی خود محق بین هستم که فکر میکنم دنیا باید حول من و تجربه های ناخوشایندم بگرده. ولی چطوری این قضیه رو تغییر بدم؟ و من در جواب این به یودا ارجاتون میدم. یودا از کاراکترهای جنگ ستارگان. یا انجامش بده یا انجامش نده. چطور نداریم دیگه یودا؟ شما همین الان هم و در هر لحظه از روز دارید انتخاب میکنید که به چی اهمیت بدین و چی رو به هیچی بگیرید. میخوام بگم که تغییر همینقدر ساده است. به سادگی انتخاب کردن یک چیز دیگه که براتون مهم باشه. واقعا همینقدر ساده و سرراسته. ولی اونقدر ها هم آسون نیست. آسون نیست، چون اوایل مسیر قراره حس کنی که یک شارلاتان هستی، یک عوضی احمق. قراره کلی مضطرب بشی، احتمالاً حمله عصبی هم به دست میده. ممکنه توی این فرایند از دست همسر یا بچه‌هات کلت خراب بشه. اینها همه اثرات جانبی تغییر دادن ارزشاته. تغییر دادن چیزهایی که به هیچی میگیری و نمیگیری، ولی خب اجتناب ناپذیرن. ساده است ولی واقعا سخته. بیان به چند تا از این اثرات جانبی نگاهی بندازیم. ببین، قرار پر از حس تردید و سرگشتگی بشی. این رو تضمین میکنم. آیا باید بیخیال این بشم؟ کار درست اینه؟
رها کردن ارزشی که سالها بهش متکی بودی کار راحتی نیست و تو رو سردرگم میکنه. یه جوری که نتونی خوب و بد رو از هم تشخیص بدی. این قسمت سخت ماجراست و بی‌طبیعیه. بعدش حس میکنی یک شکست خوردی، چون به هر حال نصف عمرت رو بر اساس یک ارزش جلو بردی. بر آن که میخوای اولویت ها و معیار ها تو تغییر بدی و مثل قبل رفتار نکنی، دیگه نمیتونی اون معیار قدیمی که همیشه بهش اعتماد داشتی رو برآورده کنی و در نتیجه فوراً حس میکنی که یک متقلب بی‌هویت هستی. این هم طبیعیه ولی آزاردهنده است و قطعاً بارها پس زده خواهی شد ولی پوست‌کلفت میشی. خیلی از رابطه های زندگیت حول ارزش هایی که نگه داشته بودی ساخته شده بودند. پس لحظه ای که اون ارزش ها رو تغییر میدی، لحظه ای که انتخاب میکنی درس خوندن از پارتی کردن مهمتره، ازدواج و تشکیل خانواده از رابطه های بیبند و بار مهمتره، که مشغول بودن به کاری که بهش ایمان داری از پول مهمتره. تغییر مسیر دوی همین رابطه ها منعکس میشه و خیلی هاشون توی صورتت منفجر میشن. این هم طبیعیه و این هم آزاردهنده خواهد بود. اینها اثرات جانبی ضروری ولی دردناک این تصمیمه که جای دیگه‌ای برای خرد کردن طرحات انتخاب کنی، جایی که مهمتره و ارزش انرژی شما رو داشته باشه. وقتی که دارید ارزش هاتون رو از نو ارزیابی میکنید، در این مسیر با مقاومت های بیرونی و درونی فراوانی مواجه میشید. بیشتر از هر چیزی حس تردید و سرگشتگی میاد سراغتون و با خودتون میگین نکنه کاری که دارم میکنم اشتباهه. ولی همونطور که در ادامه خواهیم دید، این چیز خوبیه.